کلام در قرآن نکته بسیار مهم داره. یکی از ملزومات ولایت و هدایت کلام، و بارها به کلام و کلمه و کلمات اشاره شد و انبیا و اولیاء خدا کلمه خوانده شدن تو قرآن. واسه میگه این آدم گفت این کلمه، و یعنی چی آخه؟ بخونم براتون. انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله، میگه به راستی که عیسی پسر مریم فرستاده خداست و کلمتو و کلمه خداست. القاها الی مریم و روح منه، که به مریم القاش کرد و فرستاد. دو، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. میگه آدم بعد از اون ترک اولایی که انجام داد و عصا آدم، یک کلماتی رو بهشون توسل کرد. انه هو التواب، خدا هم بخشیدش که خدا بخشنده و توبه زید. در مورد این کلمات چه بوده؟ منابع اهل سنت هم تو آوردن. کنز المال داریم، متقی هندی، سیوطی آورده که این نام پنج تن بود. یعنی کلمات یعنی اهل بیت. یه جا کلمه شد عیسی، یه جا کلمات شدن پنج تن. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. بازم اینجا میگه ابراهیم مبتلا شد با کلمات. ماجرا سربریدن اسماعیل بود. اگر خود اسماعیل و خودش رو موضوعیت بگیریم، باید بگه به کلمه. همونجوری که به عیسی یه نفر گفت کلمه، چرا جمع می‌بنده؟ میگه این آزمونی داشته که مربوط به چند نفر بوده، که ما میدونیم. خودش در ادامه میگه قال انی جعلک للناس اماما. بس امامت ذریه ابراهیم از طریق اسماعیل مد نظر بود، که ذریه حضرت اسماعیل از طریق ابراهیم کیان؟ اهل بیت. پنجتن و دوازده امام به صورت ویژه. درست شد؟ میگه ابراهیم رو ما با کلمات الله آزمایش کردیم، فتمه اون رو تموم کرد. همش گرم، خوب پاسخ داد. گفتیم خب حالا تو 99 سالگی تازه امام شدی. اینجا بارها عرض کردیم برادران از اهل سنتون بیان بگن این چه جایگاه ابراهیم تو 99 سالگی بهش رسیده. این پیغمبر بوده، رسول بوده، اولوالعزم بوده، خلیل الله بوده، همه چی بوده دیگه، آخره عمرشه بابا. تازه قال انی جعلک للناس اماما، تازه امام شدی. دو، نکتهش انی جعلک للناس اماما، امامت که تعیین میکنه من، نه اینکه شما برید بشین تو سقیفه تعیین کنید، خودتون راست خودتون برید رأی بدید. انی جعلک، فقط من میتونم تعیین کنم. دو، این عهد خداست. قال لا ینال عهد الظالمین، و به ظالمانه میرسه. اینو گوشه ذهنتون باشه، کسی که عهد امامت قبول نکرده ظالم از نظر قرآن. قال لا ینال عهد الظالمی. تو این پدر سوختگی جدیدی که گفتم انجام میدن تو این خط عثمان طه، این لا میندازن آخر خط. میگه قال لا، گفت نه، ینال عهد الظالمی. سطر بعدی، یعنی تو با هر نوع پدر سوختگی که بتونن از دستشون بر بیاد دارن بر میرن این حق اهل بیت ضایع بشه. گفت اف لازم نیست بکشیدش، اف لازم نیست بکشیدش. خب حالا اینه قال الله. ببینید عثمان طه رو 124 بقره است دیگه، اشتباه نکنم ما میکنیم قال الله، لا گوشین دار، خب این لا باید بچسب به فعلش لا ینالو.